از بس ریحانه خانم پارسا رو اذیت کردین و لیچارد بارش کردین که از فضای مجازی گذاشت و رفت. این بازیگر مهاجر جدیداً توییت زده که دیگه قرار نیست به فضای مجازی برگرده. حالا معلوم نیست منظورشون فقط فضای مجازیه یا نه حضور در کلیپ ها و موزیک ویدیوهایی مثل شادمهر عقیلی. خیلی نباید به روحیه خانم های بازیگر کاری داشته باشین، همشون به نوعی حساسن. مثلا نباید کار داشته باشین که چرا خانم بازیگر سریال خانه امن علاقمند به صدای امیر تتلو هستش. من نمیدونم که قراره چقدر خوش بکنم بعد از این دیالوگام توی این مصاحبه. من صدای امیر تتلو رو خیلی دوست داشتم و حالا الان که خیلی داره تحریم میکنه و به نظرم حالا از نزدیک دیده بودمشون وقتی ایران بودن و خواهرشون یه صدای اپرایی واقعا خفنی داشتن، به نظرم که میتونستی آرتیست درجه یک باشه توی ایران و فشارهایی که بهش اومد و بازیایی که دادنش که اگه این کار میکنه به مجوز میده و اگه این کار میکنه میگم آدمایی که سر راه آدم قرار میگیرن باعث میشن که تو یه سری تصمیماتی بگیری، شاید تو رو اشتباه بندازن و میگم شاید من اگه جایی آدم بودم همین اتفاق برام میفتاد، نمیتونم قضاوتش کنم. الان خب دیگه حالا اتفاقات خیلی خوبی براش نیفتاده متاسفانه یا به یه سمت دیگه کشیده شده. فکر می‌کنم اگه توی ایران بود اتفاقات خوبی براش بود. من واقعا بعضی موزیکاشو خیلی دوست داشتم. شوخی با خانم‌های بازیگر تمومی نداره. مثلا این اواخر سردر یکی از مجموعه‌ها عکس یکی از خانم‌های بازیگر رو زدن و گفتن ماسک بزنید. خب چرا اذیت می‌کنین بندگان خدا رو؟ این زبان انگلیسی نماینده‌های مجلس هم داستانی شده. بعد از اون حماسه آنی تایم و آنی ویر، حالا نوبت رسیده به یکی دیگر از نماینده مجلس که با انگلیسی صحبت کردنشون کاخ سفید و ترامپ رو به لرزه در آوردن. گفتم بدان مطمئن باش منتظر یک انتقام سختی برای خون سردار سلیمانی هستیم، اما we Iranian people are by your side the Americans. I wish we could help you in this injustice behavior. امریکایی ها و بدانید ما آرزو میکنم ای کاش میدونستم اول اینکه در کنار شما هستیم و ای کاش میدونستم توی این راه کمکتون بکنم برای انتقام از جورج فلویدی که با ناجوانمردان ترین زبد کشته شدن و این به فرمایش مقام معظم رهبری. البته قبل از آقای نماینده حرفای مردم علیه ترامپ پدر آمریکا با ترامپ رو درآورده بود. البته اگر از سوتی تعلیم مردمی بتونیم به سادگی بگذاریم. با همه شوخی با مولانا هم شوخی؟ آخه همین اواخر بود که مجید رو تو کتاب‌های درسیمون نمازخون کرده بودیم. بگذریم. اما این اتفاقات عجیب و غریب و گاف‌های عجیب و غریب کسی حواسش هست که همینطور تو کتاب‌های درسی داره رخ میده؟ خب این 40مین برنامه بیخبر بود. با پایان چلگی این برنامه امیدواریم در چله دومش بیخبری و خوشخبری همچنان ادامه داشته باشه. تا این بیخبری دیگر خدا نگهدار.